60 دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام بر شما، به این برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. من مجید افشار هستم. همه چشم ها به رفح دوخته شده، عبارتی که ده ها میلیون بار در شبکه های اجتماعی توسط چهره های سرشناس جهان از جمله عده از ایرانیان بازنشر شد. تلاشی در حمایت از غیر نظامیان فلسطینی که هزاران نفر از اونها این روزها با حملات اسرائیل به غزه قربانی شدند. واکنش گروه دیگری از کاربران ایرانی اما تفاوتی عمده داره. اونها همه چشم‌ها به ایران دوخته شده رو ترند کردن و میگن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. امشب به شکافی که حکومت ایران با حمایت مالی و معنوی از بعضی از گروه‌های فلسطینی در جامعه ایجاد کرده میپردازیم. اما اول گزارشی از آرش مومنیان که در اون نگاهی کرده به اون چه در 24 ساعت گذشته در غزه گذشته. رفح، جایی که همه چشم‌ها به آن دوخته شده، به ویژه بعد از حمله یکشنبه شب اسرائیل به اردوگاه آوارگان این شهر با دست کم 45 کشته. دیروز بنا به گزارش‌ها تانک‌های اسرائیلی به سمت مرکز شهر پیش رفتند. میدان اوده را اینجا در قلب رفح تصرف کردند و تپه زروب را گرفتند در غرب رفح، حوالی اینجا مشرف به مرز با مصر. آتش توپخانه ادامه دارد و صحنه‌هایی هر روز مانند این. با این همه سیاست آمریکا در حمایت از اسرائیل همچنان نامتزلزل است. این پاسخ جان کربی، سخنگوی کاخ سفید، به خبرنگاری که می‌پرسد چطور ممکن است اسرائیل هنوز از خط قرمز آمریکا عبور نکرده باشد. that a major ground operation in Rafah is warranted. ما همچنان معتقدیم که عملیات گسترده زمینی در رفح توجیهی نداره و نمیخوایم شاهد ورود واحدهای بزرگ نظامی اسرائیل به بخش‌های بزرگی از خاک رفح باشیم و تا حالا هم چنین چیزی ندیدیم. هر آنچه ما تا حالا شاهدش بودیم به ما میگه که عملیات زمینی اسرائیل به مراکز پرتراکم جمعیتی در مرکز رفح کشیده نشده. اما همونطور که قبلا گفتم، ما ساعت به ساعت و روز به روز وضعیت رو زیر نظر داریم و با مقام‌های دفاعی اسرائیل هم در تماسیم. عملیات نظامی اسرائیل در غزه و حالا به ویژه در رفح صدای خیلی ها را درآورده. یکی از آنها دبیر کل سازمان ملل متحد. او در این مصاحبه با شبکه NHK ژاپن خطاب به اسرائیل میگوید پیام ساده است. از حکم دیوان لاهه پیروی کنید. در جهان ما باید قوانین بین المللی حاکم باشد. مشکل در غزه اینه که عملیات نظامی جوری اجرا شده که آمار کشته های غیر نظامی و ویرانی زیرساخت ها و خونه ها بی سابقه بوده و این پذیرفتنی نیست. اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، ظاهراً تا زمانی که از حمایت همه جانبه آمریکا برخوردار است، نه به قوانین بین الملل و حکم دیوان بین المللی دادگستری اعتنایی خواهد کرد و نه واهمه ای از احتمال حکم جلبش در دیوان بین المللی کیفری خواهد داشت. آرش مومنیان، بی بی سی. اینجا در استودیو با من داریوش محمدپور هست، پژوهشگر علوم سیاسی. آقای محمدپور معتقدن که هم میشه نگران ایران بود و هم نگران بحران غزه و افتادن در دوگانه، یا چشم‌ها بر ایران یا چشم‌ها بر رفح، افتادن در دام جمهوری اسلامی، دامی که خود حکومت ایران مسببش هست. و از فرانکفورت هم خانم فروغ کنعانی به ما پیوستن، پژوهشگر جامعه شناسی. خانم کنعانی، هشتگ چشم‌ها بر رفح رو یک دام و بازی رمانتیک که برنده اون حماسه است میدونن و در عوض میگن باید چشم‌ها بر شیطان جمهوری اسلامی باشه که در اون صورت مشکل رفح هم خود به خود حل خواهد شد. خانم کنعانی، با شما آغاز بکنیم. اونچه که در رفح داره میگذره، به هر حال چندین ماهه که اونچه که در غزه به طور کل داره میگذره چندین ماهه که همه دارن میبینند، چرا فکر میکنید که به هر حال اونهایی که اون هشتگ چشما بر رفح رو ترند کردن، تصورشون این هست که دارن از غیر نظامیان و کشته شدن غیر نظامیان رو محکوم میکنن، چرا فکر میکنید که اون هشتگ اشتباه هست؟ درود بر شما. ببینید، اولا که مهمترین فکتی که ما اینجا باید راجع به صحبت کنیم اینه که کشتار غیر نظامیان در هر کجای دنیا محکومه و به هیچ وجه قابل توجیه نیست. این بحثیه که ما اصلا در موردش نه شکی داریم نه شبهه. اما در مورد فرمایش شما، ببینید، اینکه کسانی برای مثال سلبریتی ها
یا کاربران ساده در پلتفرم های اجتماعی میان و هشتگ چشم ها بر غزه رو ترند میکنن، در واقع دارند به کف روی آب نگاه میکنن. ما که تجربه جمهوری اسلامی رو داریم، این تجربه زیسته رو داریم به اصطلاح، ما میدونیم که در پس پنهان بودن، در پس در واقع پنهان بودن حماس در پشت رفح چه میگذره، در واقع چرا جنگ اصلا به رفح کشیده شده که شده کمپ پناهنده ها این روزها، چرا جنگ به مدارس کشیده شده، چرا به مهد کودک ها، و در واقع چرا حماس اینقدر اصرار داره که کشته های غیر نظامی بده، چرا اینقدر در واقع این ارکان نظامی خودش رو، تمرکزهای نظامیش رو در مکانهایی میذاره که اگر به مورد حمله قرار بگیره در واقع کشته شده ها از بین زنان و کودکان و شهروندان غیر نظامی هستند. ما میدونیم که برای یک نهادی که حالا تروریستی هست مثل حماس به زعم خیلی ها و حامی اصلیش پدرخوانده بزرگش جمهوری اسلامی هست، کلن جان ارزش نداره با تفکر جهادی که اونها دارن و خب هیچ ابایی هم ندارن از گفتنش که با شعار چه بکشید و چه کشته شوید اندرب به همی از رگون هستید، در واقع تاکید میکنن به این که یک نگاهی فرای نگاه به قول خودشون زمینی به بحث جان انسان دارن. بنابراین یک نگاه سطحی حتی به این هشتگ، درسته که داره در واقع از کشتار غیر نظامی ها نگاه میکنه، در واقع محکوم میکنه و داره از عدم این کشتار دفاع میکنه، اما یک بحث بسیار مهم رو در نظر نمیگیره. چه چیزی در پشت این کشتاره؟ چرا جنگ به رفح کشیده داره میشه؟ چرا در واقع مواضع اسرائیل از اونجا داره مورد حمله قرار میگیره؟ و یک سوال بسیار مهم، چرا بهانه به دست اسرائیل داده میشه؟ چرا گروگان ها آزاد نمیشن؟ مگه ما نمیبینیم جنایت داره صورت میگیره؟ مگه ما نمیدونستیم دولت نتانیاهو میاد و اینقدر رادیکال عمل میکنه؟ آزاد کردن گروگان ها به راحتی اسرائیل رو در حداقل در برابر جهان به نوعی خر اصطلاح سیاسی میکنه، دیگه توجیهی نداره برای ادامه این جنگ. حداقل اینکه میگه من غزه رو آزاد میکنم یا در به قول خودش من حماس رو از بین میبرم، یک بحث کاملا غیر معقوله از این نظر که چند نفر از فلسطین رو میخواد بکشه تا در واقع حماس رو از بین ببره. نظر آقای محمدپور رو هم بشنویم، چون فکر میکنم دیگه من لازم نباشه چیزی بگم، شما پاسختون چه؟ از شبت که به گمان من این استدلالی که خانم کنانی میفرمایند به صراحت داره یه نتیجه مستقیم به ما میده که تمام اعتراضهایی که در طول این 40 اندی سال در برابر جمهوری اسلامی مردم ایران کردن محکومه، به دلیلی که جمهوری اسلامی بهانه پیدا کرده این مردم رو سرکوب کرده، کشتار کرده، به زندان انداخته و نتیجهش اینه. این یه نکته اول. نکته دوم این که مغالطه بسیار بزرگی در استدلالشون هست و آن این است که حماس را با تمام مردم فلسطین یکی میگیره. نکته سوم این که ما گرفتار یه وضعیتی هستیم که متاسفانه خیلی سطحی نگرانه بهش توجه می‌شود و آن این است که جمهوری اسلامی حقیقت، اخلاق و انسانیت رو لوس کرده و در واقع به گروگان گرفته و یه بخش بزرگی از کسانی که در فضای مجازی گرفتار این جنگ زرگری به تعبیری شدند مستقیم دارن این انحصار رو به رسمیت میشناسن، یعنی حاضر نیستن حقیقت رو، انسانیت رو، اخلاق رو از جمهوری اسلامی پس بگیرن. چرا؟ استدلالشون این است که اگر شما از مردم غزه دفاع کردید، اگر شما از قربانی شدن و کشته شدن و ضایع شدن حق انسان‌ها دفاع کردید، یعنی رفتید در صف جمهوری اسلامی ایستادید. و این معناش اینه که تنها یک راه وجود دارد برای دفاع از مردم فلسطین و اونم راهش اینه که یا از جمهوری اسلامی دفاع کنید یا به زبان جمهوری اسلامی حرف بزنید یا برید طرفدار اسرائیل بشید. ما کی به شما گفته که باید این دوگانه رو به رسمیت بشناسیم که برای دفاع از انسان، برای دفاع از حقیقت و اخلاق یا با تو صف جمهوری اسلامی ایستاد یا تو صف اسرائیل؟ اینا هر جفتشون مشکل داره. ما با دو تا حکومت مواجهیم. حالا شما میخواهید حماس رو بذارید کنار راستش، هیچ اشکال نداره که یک کارنامه تباه و تیره‌ای در طول تاریخشون دارن. مضاف بر این، کی به ما گفته که ما اگر جمهوری اسلامی رو از بین ببریم مشکل مردم رفح خود به خود حل میشه؟ مگه ما تاریخ نخوندیم؟ ما یه اتفاقی داشتیم که مستقیما به ماجرای اسرائیل مربوطه. آلمان کاری که آلمان نازی هولوکاست انجام میداد. ما این حرفو میتونیم درباره آلمان بزنیم که اگه دست را یهودیا چیکار میکردن که آلمان شروع کرد به کشتن اینها؟ خیلی استدلال اصلا استدلال معقولی نیست. ما در طول تاریخ اینو میبینیم، یعنی حتی در زمان تشکیل دولت یهود کارهایی که صهیونیست های افراطی میکردن، بریتانیا هدف قرار میگرفتن، فلسطینیا هدف قرار میگرفتن، یعنی بنیانگذار یه تروریسمی بودن اینها که اصلا فلسطینی در کار نبود اون موقع، انگلیسی ها میکشتن. عرض من اینه که ما باید یاد بگیریم یا میخواهیم
به رغم جمهوری اسلامی از انسان دفاع کنیم، من میخوام به خاطر جمهوری اسلامی از انسان دفاع کنیم. اگر به خاطر به رغم جمهوری اسلامی این کار میکنه هیچ فرقی نمیکنه، مخاطب شما یهودی اسرائیلی باشه، فلسطینی آدم تو غزه یا رفح باشه، یا ایرانی باشه که در ایران در برابر جمهوری اسلامی میسه، یا حتی ایرانی باشه که جمهوری اسلامی چهار دهه است داره از اون برای پیشبرد سیاست خودش استفاده میکنه. عرض من اینه که ما دو دستی نمیتونیم مشروعیت حقیقت رو تسلیم جمهوری اسلامی بکنیم، چون جمهوری اسلامی بعد اون میاد. خب بعد اون میاد اشکال نداره، محکوم کنید جمهوری اسلامی رو، اسرائیل هم محکوم کنید اگه میخواهید. ولی عرض شما اینه که ولی در نهایت انسانیت رو، کشته شدن غیر نظامیان رو نمیشه. اصلا چون نمیتونی اگه این کارو بکنی، اصلا اولین کاری که کردید فرش از زیر پا خودتون کشیدید، اصلا نمیشه شما این کارو انجام بدید. اگر مدعی هستید، چون اینکه خانم کنعانی در ابتدای صحبتشون گفتن کشتن غیر نظامیان محکوم است، خب تو خیالات که محکوم نیست که کشتن محکومیت و کشتار غیر نظامیان یه مابعضایی روی زمین و در حقوق بشر و قانون بین المللی داره که در سخنان دبیرکل سازمان ملل هست، در دیوان بین المللی کیفری هست مصادیقش و تکلیفش روشنه. بذارید پاسخ خانم کنعانی رو بشنویم. جناب، بحث بسیار مهمی که در اینجا مطرحه این نیست که از حقوق بشر به رغم یا به خاطر جمهوری اسلامی باید دفاع کرد یا نکرد. بس دو مسئله عمده است. یک، من عامل این جنایت رو بیش از آن که اسرائیل بدونم حماس میدونم. شروع کننده بحران بعد از این دوره حالا صلح به ظاهر حداقل حاکم بر فضای اسرائیل فلسطین دوباره حماس بود. بعد از 7 اکتبر بازی‌ها شروع شد با گروگانگیری و کشیده شدن این جنگ به این مرحله، هم بخش عظیمی از انگشت اتهام باید به سمت حماس گرفته بشه که من اینو نمی‌بینم در این فضا. این چیزیه که من دارم ازش در واقع ابراز نگرانی می‌کنم. بحث اصلی برای من این هست، من در اینجا پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو می‌برم که برنده و سرفراز داره در این بازی پیش میره و تنها کسی که در واقع میتونه بگه تا حالا تمام برگه‌هاش رو درست چیده، شاید یک مقداری در بحث دولت مستقل فلسطینی، حالا جمهوری اسلامی به تمام آنچه که خواسته نرسه، چون به نظر میاد که ادامه تنش براش یه مقدار مناسب‌تر باشه، حالا به هر دلیلی که شاید مجالش اینجا نباشه. اما این یک بحثه. مورد دومی که من مایلم بهش اشاره کنم یک مغلطه کوتاهیه که خب در خیلی از بحث‌های سیاسی و حقوق بشری پیش میاد، اینکه این دو از هم جدان. متأسفانه این یک حقیقت تلخ و بسیار نامحبوبه که من موظفم اینجا بهش بگم. حقوق بشر یک بحثه، سیاست یک بحث دیگه است. به آلمان نازی اشاره کردید، اشاره بسیار خوبی کردید. از مثال شما آریه میگیرم که بگم همین صلحی که به ظاهر حالا 70 سال حداقل در فضای اروپا تا جنگ اخیر سایه افکند، حاصل جنگی بود که هدیه به این صلح شد با بمباران آلمان، بمبارانی که در اون هنوز تعداد کشته ها رو حداقل در شهر درسته نمیدونن، چون یه عده بخار شدن. این یک جنایت مطلق، اینو هممون قبول داریم. ولی خب علیه نازی ها بالاخره موفق شدن این جنایت رو محکوم کنن. این رو مثال زدم که بگم در برابر صلح، صلحی که در واقع نهایت هدف حقوق بشری ماست، گاهی با وقتی شما با ابزار سیاست پیش میرید حتی یک جنگ ممکنه پیش بیاد. این یک میگم یک حقیقت بسیار تلخ و بسیار نامحبوبه، اما متاسفانه فکته. و الان هم اینجا همینه، ما یک نگاه سیاسی داریم به بحث ایران و اسرائیل مثلا، یک بحث حقوق بشری داریم که بحث اخلاقیه. این دو از هم جدان. روی کرد سیاسیون ما هم در این قضیه باید جدا باشه. یعنی اگر ما هم فعال حقوق بشر هستیم هم فعال سیاسی، این خلطه مبحث پیش میاد و در واقع ما به نوعی در دام این مغلطه ها میفتیم. بخوام کنم این نظر شما اینه که اینجا بنابراین سیاست در این هشتگی که حالا ترند شده میچربه به اون بخش حقوق بشری قضیه. حرفتون این نه پس. حقوق بشر میچربه از نظر من فکر میکنم بحث حقوق بشری رو دنیا داره میبینه، منتها مردم ایران زخم خورده سیاستی هستن که این بحث حقوق بشری رو آورده. اونچه که شما فکر میکنید پشت این هشتگ هست، ولی فکر میکنید که سیاست هست بیشتر تا اونچه که پاسخ شما. ببین خیلی ساده است، خانم کنعانی همین الان خودشون گفته، خودشون رو نقض کردن، گفتن که اگر اون جنگ اتفاق نمی افتاد، اگر اون کشتاری که در رزدن اتفاق نمی افتاد، ما به نهادهای بین المللی امروز نمی رسیدیم. یعنی می گویند برای رسیدن به یک موضع یا به یک ارزش احتیاج داریم یه ارزش دیگر قربانی کنیم. بسیار اگه اینجوری میگید، جلال الدین خوارزمشاه مسبب حمله مغولان به ایران بود. شما تا ابد نمیتونید گریبان هیچ مغولی رو در ایران بگیرید که چرا فرهنگ ایران از بین برد. تا ابد فقط باید جلال الدین خوارزمشاه رو محکوم کنید که تو چرا رفتی بازرگانان مغول رو کشتی که این اتفاق افتاده. این نگاه یه چیز خیلی ساده داره به ما میگه، اگر شما حقوق بشر براتون اولویت داره، یعنی شما یه جایی باید بگید آقا اصلا مهم نیست که شروع کرده، مهم اینه که شما یه جایی سوت پایانو بکشید، به دو طرف بگید بسه،
این کاری که سازمان ملل داره می شما میگید نه آخه بذارید اسرائیل هر کار میخواد بکنه بکنه، بذارید حماس از بین بره، حالا حماس از بین رفت، جمهوری اسلامی از بین بره، جمهوری اسلامی رو بعدن از بین بردیم، بذارید ببینیم پوتین از بین ببریم، بعد چین از بین ببریم. شما همینجوری با یه سلسله استدلال ها هیچ وقت به انسان توجه نمی کنید. یه هدف بیشتر نداره، پیشبرد یک سیاست رئالیستی قدرت محور که درش اخلاق معنا نداره، انسان معنا نداره. ما درباره اخلاق دینی و مذهبی اینا صحبت نمی کنیم، ما درباره اخلاقی که صحبت می کنیم که همزمان هم جمهوری اسلامی نابودش کرده، هم اسرائیل نابودش کرده، هم ایالات متحده آمریکا با حمایت بی قید و شرط از کشتار اسرائیل نابودش کرده. خب تو فکر نمی کنید که خود اقدامات خود جمهوری اسلامی هست که اخلاق بله. رو از بین برده؟ یعنی اون چه که عرضم همینه دیگه، من دارم همینه به شما میگم، من میگم برای اینکه شما این کار رو بکنید باید اولین کاری که میکنید سلاح اساس جمهوری اسلامی بگیرید بیرون. طرف فلسطین چرا ما باید همیشه برای که از اون بابایی که در فلسطین داره قربانی میشه همیشه باید بریم تو صف جمهوری اسلامی؟ اصلا جمهوری اسلامی صلاحیت اینو نداره که از مردم اسرائیل دفاع کنه. جمهوری اسلامی خودش متهم، خودش مقصر در ماجرا، هم برای مردم ایران هم برای مردم فلسطین. خب همینجا است که مردم ایران سختشونه وقتی که میخوان خب این مسئله عاطفیه، سختشونه که خب بله خیلی چیزا سخته، شما خیلی مشکلات دارید، شما هی بیا در ایران بگو آقا ما سختمونه که بگیم مغول ما رو زده غارت کرده، ما سختمونه که بگیم عراق 8 سال اومده بالا سر مردم رو بمب میشه بیاین داخل، چون جمهوری اسلامی مسبب شده یا جمهوری اسلامی بهش دامن زده، بالاخره اون جنایت اجازه کرده. پایان کلام یک دقیقه، هر کدوم از مهمان ها وقتی بیشتری متاسفانه نداریم، خواهم کردن در یک دقیقه بفهمید. خواهش میکنم. ببینید بحث اصلی اینه، اولا کشتن 4 تا بازرگان توسط خوارزمشاه چه ربطی داره به جنگی که گروگانگیریش رو ما هنوز داریم، این گروگان ها هم هنوز در دست حماس هستن، این دو بحث کاملا جدا. شما مدام من رو متهم به خرج مغز میکنید، من هنوز متوجه نمیشم دقیقا دارید در مورد چی صحبت میکنید. اما در مورد این قضیه که میفرمایید جمهوری اسلامی صلاحیتش رو نداره، نفعش رو که داره میبره، نگاه کنید ببینید کیا از همین آیز آن رفح استفاده کردن توی این مدت، از همین سردمداران جمهوری اسلامی، همین امروز توییت های ظریف رو برید بخونید، وقتی اون داره تو این زمین برنده خارج میشه دیگه، حالا اون چه صلاحیت داره یا نداره رو که من و شما میدونیم نداره، ولی آیا سازمان ملل هم میدونه که پرچمش رو برای رئیس جمهوری جنایتکار همین جمهوری اسلامی نیمه افراشته میکنه؟ رئیس جمهوری که خود همین کمیته حقیقت یاب سازمان ملل اومده تایید کرده که جنایت علیه بشریت تو خیابونای ایران تو یک سال و نیم انجام داده. بنابراین بحث صلاحیت رو بله در اون شکی نداریم، اصلا صلاحیت که نداره چه مشروعیت هم نداره از نظر من و شما، اما کاری که داره میکنه تماما نفع از این قضیه است. یعنی جمهوری اسلامی پشت این قضیه تماما نافی این بازی حقوق بشری شده، چه هم بوده هر زمان در این زمین نگاه کنید کاملا میتونه در واقع از این قضیه استفاده کنه. بحث خیلی کوتاه دیگه هم که اشاره کنم اینه که ما اینقدر موزل حقوق بشری در ایران داریم، شاید اون خانواده دادخواهی که میاد میزنه چشم ها بر ایران داره میگه داد بچه من هنوز ستانده نشده، 500 چشمی که کور شده پس چی میشه، احکام زنان گیلانی که امروز به این طرز وحشیانه صادر شده پس چی میشه، 74% از اعدام ها که در ایران انجام شده اینا رو کی میاد پس بهشون چشم میندازه؟ اگه من ایرانی بهش نندازم کی میاد بهشون نگاه کنه؟ اگه هموطنشون بهشون نگاه نکنه. بس من اینه، من میدونم حقوق بشر اولویت بندی نداره، خواهش میکنه منو اشتباه نفهمید، منتها این هرم مازلو، این هرم مازلو به ما اجازه نمیده که فعلا که در این کف برای بقا داریم میجنگیم جناب، بتونیم بیایم با این طبقه بالایی که برای مثلا اون اروپاییه یا اون آمریکاییه که به درستی هم البته داره میجنگه خودمون رو فعلا مقایسه کنیم. یک بحث قیاس مرد فارغه، من اینو خودم هم میدونم، اما بحث مهم اینه که یکی هم باید غم ما رو بخوره. من حرفم در واقع اینه، وقت همین وقت باید با آقای محمدپور هم بدم بفهمید. ببینید در همون هرم مازلو خانم کنعانی ته اون هرمه، یعنی نه به خود ایشون نه به حرفای ایشون با این استدلال نباید توجه کرد. چرا؟ اگر جمهوری اسلامی، همین جمهوری اسلامی ظالم، فاسد، قاصب، با هر بحثی که میخواید دربارش بگید، فردا یک کاری کرد که از یکی از حقوق پایه انسانی همین خانم کنعانی در داخل مرزهای ایران دفاع کرد، خانم کنعانی باید خودشو دار بزنه چون جمهوری اسلامی از این حقوق دفاع کرد، یا یک کاری کرد حقوقشون تسهیل بشه. این مغالطه بسیار بزرگه. وقتی ما میگیم که جلالالدین خوارزمشاه یا نمیدونم اتفاقی که افتاد، ایشون ارجاع میدن به سازمان ملل، همون سازمان مللی که همزمان هم نقض حقوق بشر در ایران محکوم میکنه هم در اسرائیل. شما به این دلیلی که اومده اسرائیل رو محکوم کرده دارید سازمان مللی رو محکوم میکنید یا کنار میزنید، که همین 2 دقیقه پیش ادعا کردید که تمام اون ماجرایی که در آلمان اتفاق افتاد باعث به وجود آمدن این نهادهای بین المللی و منشور حقوق بشر شد. شما که نمیتونید همزمان از این شاخ به اون شاخ بپرید. الان بگید من سازمان ملل رو رأیشو قبول دارم، 2 دقیقه
باید بگی نه من رأیش قبول ندارم چون با رأی من مخالفه. آقا بالاخره قانون بین الملل و حقوق بشر یه جایگاه انضمامی مستقلی از ذهن من و شما و احساسات و عواطف من و شما داره که برابرای همه یکسان قابل اجراست یا نیست. اگه نیست خب بگید آقا اسرائیلی‌ها خونشون رنگین‌تر از فلسطینی‌هاست، تمام شد رفت. در قصه اینه فکر می‌کنم وقت بیشتری داشته باشیم، خواهم کنم شاید در آینده بتونیم بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی و اینجا در استودیو دارش محمدپور پژوهشگر علوم سیاسی با ما.